روزانه در ترکستان شرقی که به ایالت در شمال غرب کشور چین نیز شناخته می شود مسلمانان اویغور قتل عام شده و به دنبال آن میلیون ها نفر خواستار جلوگیری از نسکشی مسلمانان هستند اتحادیه علمای ترکستان شرقی نیز بیانیه ای در خصوص تحولات این ایالت صادر نموده همکارم زینب حسینی گزارش می دهد با بالا گرفتن قتل عام روزانه مسلمانان اویقور در ایالت سینکیانگ واقع در شمال غرب کشور چین میلیون نفر تا کنون خواستار جلوگیری از نسل کشی این مسلمانان شدند. اتحادیه علمای ترکستان شرقی نیز بیانیه‌ای در این زمینه صادر نمود این اتحادیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا از نسل کشی و پاکسازی قومی و فرهنگی در ایالت سینکیان جلوگیری کند. در متن این بیانیه آمده از فاجعه ترکستان شرقی خونریزی و کشدارها ادامه دارد و میلیونها نفر همچنان در اردوگاه های کار اجباری چین مفقود هستند. مساجد تخریب شده و برخی از آنها به دیسکو و کافه تبدیل شده اند و همه مظاهر اسلام در این منطقه از بین رفته است این اتحادیه در ادامه افسود با ادامه خونریزی ها محو هویت اسلامی مسلمانان ترکستان شرقی تشدید می شود و تمام این جنایت ها در طول سالهای گذشته توسط چین و با هدف نابودی مسلمانان سینکیانگ دنبال می شود علاوه بر اقدامات قبلی اخیرا چین به بهانه کرونا مردم را از خروج از منازل من کرده و عملا آنها را در خانه هایشان حبس کرده و حتی اجازه خروج برای خرید مایحتاج روزانه را به ایشان نمی دهد. این امر منجر به تمام شدن مواد غذایی و گسترش گرسنگی در بین مردم شده است. بسیاری در این بین به دلیل گرسنگی و بیتوجهی توجهی تعمدی پزشکی جلوگیری از رسیدن کمک های غذایی و کمک های بشر جان خود را از دست داده اند. در ادامه این بیانیه خواسته هایی مطرح شده اتحادیه علمای ترکستان شرقی از سازمان همکاری اسلامی خواسته منشور شماره یازده سازمان را فعال کند که موجب نشر ترویج و حفظ معارف و ارزش‌های اسلامی مبتنی بر اعتدال و مدارا، ترویج فرهنگ اسلامی و حفظ میراث اسلام شود. فعال سازی منشور شماره دوازده که حمایت از حقوق گروه ها و جوامع مسلمانان در کشورهای غیر عضو و حفظ کرامت هویت دینی و فرهنگی آنها را فراهم می کند، دیگر خواسته اتحادیه علمای ترکستان شرقی از سازمان همکاری اسلامی است چرا که چین تمام توصیه های مندرج در این منشورها را نقض نموده وزیر پا می گذارد. اتحادیه ی علمای ترکستان شرقی همچنین از علما و وعاز تقاضا کرده که در خطبه ها و درس ها و سخنرانی ها موضوع ترکستان شرقی را برای آگاهی ملت ها نسبت به موضوع مطرح کنند و مسلمانان را به دعا دعوت کنند تا خدا این ظلم را از مسلمانان چین دور کند. آنها همچنین از اتحادیه کشورهای ترک خواسته اند که به مسئولیت خود در قبال برادرانشان در ترکستان شرقی عمل نمایند. علمای ترکستان شرقی از شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز درخواست کرده اند که مواد مربوط به جلوگیری از نسل کشی و پاکسازی قومی و فرهنگی در ترکستان شرقی را فعال نماید. زینب حسینی اخبار شیعه